اصل قضیه از اینجا شروع میشه که معلوم نبودین چه کاری با ویدا کرده بود، چه حالا اوناش هم میدونیم ها، ولی الان جای گفتنش نیست، چه اذیتی ویدا رو کرده بود که ویدا رو تو مشتش گرفته بود. خب آزار اذیت از سمت این منفور، این ابنه‌ای بوده. دوستان سلام، به یه 60 ثانیه دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخواییم داستان کامل و تلخ مرگ ویدا افشار رو از زبون نزدیکترین دوستش بررسی کنیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا آخر این پست با من همراه باشید. هر روز عمق فاجعه خودکشی و مرگ ویدا افشار بیشتر و بیشتر میشه و ابعاد جدیدی از علت مرگش روشن میشه. یکی از نزدیکترین دوستای ویدا، آرش برخدایی، که اعلام کرده بود تو پیج پیوی به زودی حقایق خودکشیش رو برملا میکنه، بالاخره تو لایف جدیدش حقایقی رو افشا کرد که نشون میده مرگ ویدا چقدر تلخ و دردناک بوده. آرش برخدایی از جزئیات روز خودکشی و بلاهایی که سرش آوردن صحبت میکنه. معلوم نبودین چه کاری با ویدا کرده بود، چه حالا اوناش هم میدونیم ها، ولی الان جای گفتنش نیست، چه اذیتی ویدا رو کرده بود که ویدا رو تو مشتش گرفته بود. ویدا دختر خیلی یدنده، حرف خودش باشه سفت باشه مثل پسر رفتار کنه، اینجوری بود. و بعد از اون مصاحبه کذایی که اومد بیرون، سوار ویدا شدش قهر کنه، دست بزن داشته باشه، هزار کسافتکاری دیگه داشته باشه. میرسیم به اصل قضیه که از شمال اینا برمیگشتن که همه میدونستن این دوتا دیگه با هم قهر کردن، دوباره گول میخوره، دنبال چی بوده که میره اونجا، میره باهاش شمال بماند. برای تو راه برگشت دعواشون میشه، نمیدونم اونم ماشین میپره بیرون، اینو میندازن بیرون. بالاخره ویدا خودش که برمیگرده میاد تهران. خب آزار اذیت از سمت این منفور، این ابنه‌ای بوده. خب آزار اذیت از این بوده، یه دختر نمیتونه خیانتو حتی ببینه، چه برسه بخواد زنگ بزنی، هر چیز دیگه اصلا دوست نداره ببینه. اونم که این کسی که انقدر شهرت داره، پول داره در میاره، همه چی اون پسر رو این داده. بابا یه ذره انسان نبود، یه ذره انسانی مرد نبود که بگه که وقتی میبینه ویدا عصبیه، وقتی میبینه حالش بده، وقتی میبینه تو حال خودش نیست، زنگ میزنه به دخترموش میگه که جلوی ویدا، من مگه عاشق تو نبودم؟ تو مگه عاشق من نبودی؟ جرحیه دار میکنه این دختر رو، دست میذاره نقطه ضعفای این دختر. این دختر میره، بله میره ناصر خسرو، اون کسی هم که باهاش بوده الان گرفتنش تو زندانه، باهاش میاد، حتی جلوی در بوده. این رفته بوده برای ترسوندن، نرفته بوده برای خودکشی، این رفته بوده بترسونه، به اینکه آقا نکن اون آتویی که داشته را از بین ببره. یه دونه قرص هم همون جلوی در میخوره، بعد ویدا به تو میره، تو میره، این میبینه اینجوری شده، نکرده این بچه رو ببره بیمارستان، رفته کلانتری گفته دوست دختر من خودکشی کرده، به من ربطی نداره. و ما میدونیم کی، اون عقلش به این چیزا نمیرسه، کی این دندره، کی این راهکار رو بهش داده. همه اینا بازم به زودی برملا میشه، ولی این بچه رفته بوده بترسونتش، هنوز فکر کرده بوده که آقا این یه دونه قرص خورده، نمیدونسته برنجان چنان چیه، یه قرص خورده بوده، گفته بوده الان میاد، الان میاد دیگه منو میبره دکتر، نیومده، رفته کلانتری گفته آقا زن من خودکشی کرده، نرفته بیارتش، تشویقش کرده، گفته آقا بخور، آقا جرعتشو نداره بخوری، نمیخوری، این بچه تخس بوده خورده، ساعت 5:30 صبح خورده تا ساعت 10:30 این طرف فقط تو کلانتری بوده، که کلانتری داشت اومده بوده اونجا دیگه خود ویدا ترسیده بوده، زنگ زده بوده اوژانس، تمامی پرسنل بیمارستان تجریش حرف زدیم، میدونین برین بپرسین، همه اینایی که من بهتون میگم واب به واب شقیقته. ویدا رسیده اونجا، هیچکی باشه، اونقدر گاز توی معده‌اش بوده که همون دوروبریای پرسنل اونجا ماسک زده بودن، گاز نگیرتشون، تمام بوده کارش، یعنی حتی احیا کردن هم نیاز نشه، گاز اونقدر پر شده بوده تو تنش به خاطر قرصایی که خورده بوده، تمام شده بوده. التماس میکرده که تو رو خدا نذارید من بمیرم، من نمیخواستم خودم بکشم. دیر رسوندنش، اهمیت ندادن، جرحیه دارش کرد. این ابنه ای، این آفتی که زد به جون پیمان، این آفتی که زد به جون ویدا، خیلی داستانا بازم هست، خیلی چیزهای دیگه بازم به زودی من
میگم چون اون تایمی که من دهنمو به خاطر فوت پیمان بستم، به خاطر ویدا بستم، نه اینکه پیمان و ویدا با هم مشکل داشته باشن، نه، زن و شوهر با هم دعوا میکنن، مرد اونقدر مرده یا زن اونقدر زنه، میره معذرت خواهی میکنه، نه جریحه دار کنه. پیمان مرد بود، پیمان مرد بود، یه نفر دست گذاشت روی غیرتش، هر مردی غیرتش جونشه، غیرت پیمانو اذیت کردن که پیمانم اون بلا سرش اومد، که اونم میگم از آخر دارم میام به اول. اینجاشو داشته باشید. فقط ویدا افشار ناخواسته همچین اتفاقی براش افتاد، رفته بود برای تهدید، رفته بود که بگه آقا نکن این کارا رو با من. قبلش این بچه چقدر اذیت شده بود، چند دفعه چشش کبود شده بود، شیشه ماشینش شکسته شده بود، تو گفته بودی برو بگو آقا با رفیقام دعوام شدم، بیرون خفتم کردم. چقدر یه آدم پست میتونه باشه، چقدر یه آدم حرومزاده میتونه باشه که دختر رو تازه تحریک کردی نکنی برسونش بیمارستان. پدر مادرش که به این رفتن، 4-5 رفیق پسر داشت، سید جواد بودم، من بودم، یکی دو تا این خواننده ها و چه میدونم دیجی ها بودن. همین رفیق پسر نمیذاش اون ابنه ای داشته باشه، ماها چون داداشش بودیم. من که اصلا خودم اصلا نمیخوام قاطی کنم، ولی پشتشو خالی نکردیم، گفتیم حتی درکن هرچی هست بذار پشتش باشیم، اذیتش کردن بتونیم کمکش کنیم، که کردیم، قات کرد، اومد کنار، دوباره گول خورد. خدا الهی با حسابانش نگذاره، به زودی همه چیز گرفتار میکنه این شخصو. یادتون باشه، شاید قانون بگه آره این آقا اومده توی کلانتری خودش معرفی کرده تمام، نه مقصر نیست، ولی خدا مردم به این آدما اهمیت ندید. حتی اگر کسی داره طرفداریش رو میکنه، حرفش رو میزنه، میگه خودش خواسته، این پسر چیکاره بوده، تو رو خدا واسه خودتون گناه نخرید. طبق گفته های آرش، انگار ابراهام تونسته از دست پلیس نجات پیدا کنه و دستگیر نشده. اما یه خانومی چند روز پیش ادعاهای عجیبی رو از طرف یکی از دوستای ویدا در استوری‌هاش منتشر کرد و گفت من از ساعت 9 اونجا بودم. حتی اونایی که اونجا کار می‌کردن هم بهم نگفتن که ویدا خاک شده. ساعت‌ها منتظر بودیم و بعد متوجه شدیم صبح خیلی زود خاکش کردن. وقتی رفتیم سر خاک پر مأمور بود. علت این بود که می‌ترسیدن ابراهام بیاد اونجا و ملت بزننش. اینو همون خانومه که گفتیم میگفت ابراهام دیشب آزاد شده و گوشی ویدا رو برده گفت. نظر شما درباره این حواشی چیه؟ برامون کامنت کنید. در آخر مرسی که تا آخر این پست همراه من بودین. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از کانال ما حمایت کنید. همچنین زنگوله زیر این پست رو فعال کنید تا از پست‌های جدید ما هم با خبر بشید.